در گذشت مجاهد کبیر محمد علی جابرزاده. قتل محمد مسعود، نویسنده و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه. خاموشی فروغ فرخزاد، پژواک شاعرانه صدای زن ایرانی. تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه. شهادت شخصیت محبوب و مبارز عشایر فارس، علاقلی خان جهانگیری. شهادت خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان. روز 23 بهمن 1395 مجاهد کبیر محمد علی جابرزاده به دیار رفیق اعلا پرکشید. مجاهد صدیق محمد علی جابرزاده، فرزند پاکباز مردم اصفهان، در کنکور حقوق در سال 1346 رتبه دوم و از برجسته ترین دانشجویان حقوق قضایی دانشگاه تهران بود. محمد علی جابرزاده در اردیبهشت 1351 در جریان یک عملیات انقلابی دستگیر شد و تا مدت‌ها در کمیته ضد خلقی تحت شکنجه قرار داشت. اما دشخیمان از او به هیچ کس و به هیچ چیز نرسیدند. به همین خاطر در بیدادگاه‌های نظامی شاه سرانجام به 15 سال زندان محکوم شد و در جریان انقلاب ضد سلطنتی در روز عاشورای سال 1357 از زندان آزاد شد و بلادرنگ به صفوف اول نبرد مجاهدین در سرنگونی رژیم شاه پیوست. او از این پیشتر 3.5 سال را در شکنجهگاه اوین به سر برده بود. وی پس از آزادی از زندان، مشاور دفتر سیاسی، مسئول ستاد تبلیغات سازمان مجاهدین خلق ایران، شامل نشریه و رادیو صدای مجاهد و سیمای مقاومت و سپس مسئول کمیسیون مطالعات سیاسی شورای ملی مقاومت ایران بود. در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب ضد سلطنتی در سال 1358 علی‌رغم کلان تقلبات حزب حاکم جمهوری اسلامی، محمد علی جابرزاده با بیش از 33 هزار رأی نخستین کاندیدای اپوزیسیون در اصفهان بود. مجاهد صدیق محمد علی جابرزاده به هنگام رستگاری و پرکشیدن به دیار رفیق اعلی 68 سال داشت. وی به مدت 10 سال با صبر و ایستادگی در برابر بیماری و عملهای متعدد جراحی بر روی ریه و کبد و ستون فقرات، ستایش همه یاران و همرزمان و همچنین احترام تیمهای پزشکی در بیمارستان را برمی انگیخت. ۲۳ بهمن 1326 قتل محمد مسعود، نویسنده و روزنامه نگار آزادی خواه. محمد مسعود، روزنامه نگار آزادی خواه و یار دکتر فاطمی و مدیر روزنامه مرد امروز، 5 سال پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در قم به دنیا آمد. محمد مسعود پس از تحصیل روزنامه نگاری در اروپا به ایران بازگشت و نویسندگی را آغاز کرد. انتشار روزنامه مرد امروز از اولین شماره در سال 1321 تا یک روز پس از شهادت محمد مسعود در حالی که بیش از 50 بار توقیف شد 6 سال ادامه یافت. این روزنامه در 30,000 نسخه منتشر می شد و پرخواننده ترین روزنامه آن سالها بود و در آن مسعود بی‌پروا خائنان، وطن فروشان و دشمنان مردم را افشا می کرد. محمد مسعود در شب 23 بهمن 1326 در خیابان اکباتان
با گلوله چند ناشناس از پای درآمد. دکتر فاطمی درباره او گفت: محمد مسعود به آنچه می گفت ایمان داشت. با قلدری و دیکتاتوری سرسختانه مبارزه می کرد. با عوامل بیگانه و نوکران اجنبی بیرحمانه دست و پنجه نرم می نمود و با تهدید و تطمیع از میدان به در نمی رفت. ۲۵ بهمن 1389 استمرار قیام‌های 88 و تظاهرات بزرگ مردم ایران علیه استبداد ولایت فقیه. در 25 بهمن 89 خروش آزادی‌خواهی مردم ایران مجدداً تنین افکند و دیکتاتوری آخوندی را در برابر طوفان قیام‌ها به لرزه درآورد. مردم تهران و سایر شهرها به رغم تدابیر سرکوبگرانه و یورش مزدوران رژیم و نیروهای سرکوبگر انتظامی به پا خواستند و با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور با مزدوران رژیم درگیر شدند. جوانان قیام آفرین تصویر بزرگی از ولی فقیه ارتجا را از دار بست به زیر کشیدند و در زیر گام های خود لگد مال کردند. مزدوران لباس شخصی که قصد جلوگیری از آن را داشتند با واکنش نیروهای انقلاب به شدت گوشمالی داده شده و پس رانده شدند. خروش بهمن در دیگر شهرهای میهن نیز تنین افکند. مردم و دانشجویان در شیراز و مشهد، کرمان و گرمسار، اصفهان و تبریز، رشت و بابل و سایر شهرها علیه دیکتاتوری آخوندی به پا خواستند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به هموطنان به پا خواسته به ویژه زنان و جوانان اشرف نشان ایران گفت: دیکتاتوری آخوندها در برابر طوفان قیام و آزادی گریزی ندارد. ۲۵ بهمن 1362 شهادت شخصیت محبوب و مبارز عشایر فارس الله قلی خان جهانگیری. الله قلی خان جهانگیری از شخصیت‌های برجسته عشایر سمیرم فارس که در زندان‌های شاه مدت‌ها در اسارت بود، پس از انقلاب ضد سلطنتی
فعالیت‌های خود را برای گرفتن حقوق دهقانان و عشایر ستم کشیده، از جمله تشکیل ستادی در منطقه سمیروم برای اصلاحات ارضی ادامه داد. پس از 30 خرداد 60، نیروهای انتظامی رژیم خمینی به مرکز فعالیت او و همرزمانش حمله کردند. اما الله‌قلی خان و یارانش به دنبال درگیری‌های مسلحانه با پاسداران در کوه‌های حد فاصل سمیروم و نورآباد مستقر شدند. مبارز شهید جهانگیری در پاییز 60 در پیامی به هموطنان و عشایر وطن پرست از مقاومت عادلانه مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق حمایت نمود و کمک مالی و تسلیحاتی به مجاهدین را وظیفه همه وطن دوستان دانست. از آن پس الله‌قلی خان و یارانش در کنار مجاهدین در کوهستان‌های فارس همگام با مقاومت سراسری مردم ایران به نبرد علیه رژیم خمینی برخاستند. در اوایل سال 61، 12 تن از زندانیان مجاهد که موفق شده بودند از دست دشخیمان در زندان کازرون بگریزند به آنان پیوستند و چندین رشته عملیات مشترک را در همان ایام به اجرا درآوردند. مبارز دلیر الله‌قلی خان جهانگیری در روز 25 بهمن 62 در درگیری همراه با شماری از یارانش در کوهستان‌های نورآباد ممسنی به شهادت رسید. من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. به نام خلق محروم و ستمکش ایران، به دلیل اینکه نوعی حکومت نظامی مخفی در وطن ما جریان دارد، درست به همان دلیل نیز دادگاه‌های نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید می‌کنند. 29 بهمن 1352 شهادت خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان روشنفکران انقلابی و آزادی بودند که در حاکمیت اختناق شاه سرفراز و تسلیم ناپذیر به دفاع از آرمانهای انقلابی توده‌ها پرداختند و سرانجام با خون خود بر شکست ناپذیری خلق و پیشتازان جنبرکفش گواهی دادند. شاعر انقلابی خسرو گل سرخی که در دوران زندان عمیقاً تحت تأثیر مجاهدین و به خصوص مجاهد شهید کاظم ظلموار بود، استمرار تاریخی راه و آرمان انقلابیون و مبارزات آزادی خواهانه را در بیدادگاه شاه خائن چنین بیان نمود: زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف برای خلق‌های محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می‌شویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلقها تکرار چندردم می کنند، راه مولا حسین است. سرانجام در سحرگاه 29 بهمن 52 فرزند دلاور خلق خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان که او هم با تایید مبارزه مسلحانه در همان دادگاه شاه را به محاکمه کشید، با قلبی سرشار از عشق و ایمان به پیروزی در میدان چیتگر تهران تیرباران شدند. Thank you.